اما زیاد خواهی ولی فقیه ارتجا را بنگرید که درست در شب چهارشنبه سوری دوباره به گوش کشیدن از رفسنجانی می پردازد تا حواسش را جمع نماید و مبادا دست از پا خطا کند. رسانه های رژیم در 24 اسفند گزارش کردند یک مقام وزارت اطلاعات ضمن ایراد اتهامات مختلف به هاشمی رفسنجانی و خانواده وی در مورد کمک‌های انتخاباتی به جنبش سبز در دست داشتن تغییر قانون انتخابات و قصد کاهش اختیارات ولی فقیه، جنبش سبز و رهبران آن را نیز مورد حمله قرار داد. این مقام وزارت اطلاعات بدون اعلام نام هاشمی رفسنجانی و با روی کردی به انتخابات دور نهم ریاست جمهوری ابتداءً ادعا کرد در انتخابات نهم فرزند یکی از کاندیداها به رسانه‌های خارجی مبالغی پول داد تا تبلیغ کنند که اگر پدرش رأی بیاورد اختیارات رهبری را کاهش خواهد داد. همین فرد برای هزینه انتخابات از پیمانکارانی که با یک شرکت وابسته به شرکت ملی نفت قرارداد داشتند چندین میلیون دلار اخذ نموده و با سندسازی بیش از 5 میلیارد تومان از بودجه همان شرکت را در انتخابات هزینه کردند که اسناد و مدارک معتبری در این رابطه وجود دارد. قابل توجه آنکه پدر این فرد از کل مابقا اطلاع کافی دارد. اکنون به موسوی و استراتژی جدید او تحت عنوان گسترش آگاهی ها می پردازیم. آقای موسوی تا بخواهید حفظ ظاهر می کند و می خواهد کماکان به مخالفت با باند حاکم و ایستادگی در برابر آنها تظاهر کند. تا بخواهید جمله پردازی می کند و عبارات متنتن به کار می‌برد. اما وقتی نوشته او را در تمامیتش سبک و سنگین می‌کنید، می‌بینید که هرچند از بام خانه تا ثریا را به شما می‌بخشد، اما از صحن خانه تا لب بام از آن ولایت است. در برابر قاطر چموش لگدزن ولایت دقیقاً و تماماً چارچوب و مرزبندی‌های اصلی و اساسی خامنه‌ای را مراعات می‌کند. با وسواس بسیار آستبرو آستبیا کار می‌کند، مبادا گربه شاخش بزند. انگشتری که رفته سوادش از آن خامنه‌ای، اما سجعی که پرنگین شده انشا از آن ماست. در فردای 22 بهمن برای استمرار قیام در چهارشنبه سوری فراخوان دادیم و گفتیم با مرزبندی قاطع، با خط انفعال و تسلیم طلبی در برابر ولی فقیه ارتجا باید جبهه تغییر و سرنگونی رژیم را تقویت کرد تا جناح‌های مغلوب نتوانند قیام را قفل کنند. درست به همین خاطر باید فرصت چهارشنبه سوری را برای شعله ور کردن قیام بر حق مردم ایران علیه دیکتاتوری و فاشیسم مذهبی مغتنم شمرد. در 6 اسفند خامنه ای هندسه سپایی خود را در بحث آموزشی هویت و مرزبندی و شاخص برای مؤمنان نظام ولایت ترسیم کرد. 2 روز بعد در 8 اسفند
موسوی در سایت کلمه سجع پرنگین شده انشا را با اعتراض شکیل و برحق به راه پیمایی مهندسی شده 22 بهمن زیر عنوان گسترش آگاهی ها استراتژی اصلی جنبش سبز عرضه می کند.